کردن این قطار سریع السیره. این نباید به صورت یک آرزو در استان اصفهان باشه مردم اینجا. خط راه آهن سریع السیر قم اصفهان که این روزها به خصوص با تاکید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر احداثش تبدیل به موضوعی جنجالی شده. خطی که به گفته مسئولان سابق راه آهن ایران 16 سال است که مطرح است، اما به دلیل غیر اقتصادی بودنش هنوز تکمیل نشده. سوالی که مطرح است این است که چرا با اینکه پروژه‌های ترانزیتی بسیار مهم و درآمدزا مانند راه آهن رشت آسترا و راه آهن چابهار به زاهدان تکمیل نشدند، دولت آقای رئیسی بر احداث این خط راه آهن اصرار دارد. در کشورهای مانند ترکیه و عربستان که قطار پرسرعت راه افتاده، میلیون‌ها گردشگر خارجی و توریست وجود دارد و مسئله توجیه اقتصادی دارد. اما در ایران مسیر قم به اصفهان تا چه اندازه توجیه اقتصادی دارد؟ این پروژه وقتی بیشتر خبرساز شد که روزنامه شرق روز شنبه از منابع مالیش پرده برداشت. وام چینی که این روزنامه آن را تله بدهی توصیف کرده. خبرگزاری مهر هم پیشتر با انتشار گزارش تحقیقی با استناد به نامه چند ماه پیش سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی اخذ این وام را تایید کرد. مهر گزارش کرده که ایران مجموعاً 2,300,000,000 دلار از چین وام گرفته که تاکنون حدود 300 میلیون دلار این وام واریز شده و بقیه آن قرار است تا سال 1403 پرداخت شود. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که ایران باید مبلغ بازپرداخت به علاوه سود این وام را که بالغ بر 3,300,000,000 دلار است تا سال 1408 به چین بازپرداخت کند. این پروژه قطعا درست هست و به این دلیل که عملا غیر اقتصادیه، چون فاصله قم تا خدمت شما عرض کنم اصفهان یک فاصله بسیار کمی هست. اینها مرکز اصلا توریستی نیست و با تعداد زیادی توریستی اصلا نداریم. در نتیجه یک پروژه خدمت شما عرض کنم سمبولیکیه که میان خدمت شما عرض کنم طبقه صنفی روحانیت میخواهد توزیع بشود و عملا منابع کشور رو در اونجا هم حبس بکنن و پس از اینکه چند سال مستهلک شد ملت ایران بعد از جیب خودش ماحصل این پروژه رو پرداخت. ایران تنها کشوری نیست که از چین برای پروژه‌های زیرساختی وام با بهره سنگین گرفته. بیشتر نگرانی‌ها از عواقب بازپرداخت نکردن این وام سر موعد است. واقعیت اینه که چین به عنوان بزرگترین ابرقدرت اقتصادی دنیا در 10 سال آینده به سمت امپریالیسم حرکت کرده. این امر بر اساس تاراج منابع دیگر کشورها هست، همونجوری که در تاریخ هم ما میبینیم. ایران هم بر اساس اون قرارداد و توافقنامه‌ای که بسته مشمول این امر شده. اینها میآیند. البته چیز جدیدی نیست، قبل از اون اومدند و این دوربین‌های تشخیص نامحسوس چهره رو در ایران راه اندازی کردند. این پروژه دومشون هست، می‌خواهند راه اندازی بکنند. از ماهیتاً تمرکز حاکمیت چین بر این هست که پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی ندارند و به شکست می‌انجامند رو عملیاتی بکنه، چون هم اصل پولش و هم بهره پولش مشمول مدت زمان بیشتری میشه. ماهیتا میتونه منابع مادی و سرزمینی ما رو بیشتر به تالاش ببره. این خلاصه ای اون چیزیه که در این تحلیل میشه. پکن متهم است که با ارائه وام‌هایی با بهره سنگین به خصوص به کشورهایی با فساد حکومتی بالا، زمین‌های این کشورها را تصاحب و از آنها بهره برداری نظامی می‌کند. نمونه بارز آن وام 361 میلیون دلاری این کشور به سریلانکا است. به دلیل اینکه سریلانکا سر موعد این وام را باز پرداخت نکرده، بندر هامانتوتا در این کشور به مدت 99 سال در اختیار چین قرار می‌گیرد. ببینید قطعا این گونه هست. حالا مورد سریلانکا مورد خوشخیمش هست. ما موارد بسیار زیادی در کشورهای مرکز افریقا و غرب افریقا داریم که مثل دوران سیاست بردهداری در انگلستان اونجا رو دارن تاراج میکنند. حالا خیلی ها در ایران نگرانند چنین سرنوشتی در انتظار مناطقی همچون چابهار و حتی کیش باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.